This is a recurrent scene در یمن تکرار شدند. اعتراض به تصرف صنعا پایتخت توسط حوثی ها. کمی بعد مردان مسلح برای سرکوبشان حاضر شدند ولی معترضان راه پیماییشان را ادامه دادند. این نسبت به اونچه کودتای حوثی ها میخونن نشون میدن. اونها شعار مرگ بر رژیم حوثی ها را سر دادن. اونها حوثی ها را متهم به غرق کردن کشور در هرج و مرج و خشونت میکنن. در چند روز اخیر تجمعات این چنین توسط نیروهای مسلح و با تیراندازی هوایی متفرق شده و همین باعث شد حوثی ها شهر را به کنترل خودشون در بیارن. ولی چیزی که مشخصه اینه که نیروی نظامی اونها به تنهایی مشکلات را حل نمیکنه. این کنفرانس توسط حوثی ها برگزار شده. از همه طیف های سیاسی یمن برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده. از زمان استعفای رئیس جمهوری دولت یمن حدود یک سال پیش در یمن خلأ قدرت سیاسی ایجاد شده. مرد دوم گروه حوثی ها میگوید راهی برای فرار از این بنبست سیاسی وجود دارد. دولت و رئیس جمهوری باید به صورت سنتی رهبری رو در دست داشته باشند تا زمانی که یه دولت جدید انتخاب بشه یا یه شورای رهبری جدید بشه. این پارلمان که فعلا تعطیل است قرار بود جلسه برای بررسی استعفای رئیس جمهوری برگزار کند. این جلسه هرگز برگزار نشد. شورشیان همیشه از سرکوب و خفقان شکایت کردند. حالا که قدرت گرفتند این نگرانی وجود دارد که خودشان هم با مخالفانشان رفتاری مشابه کنند. محمد یکی از اعضای حزب سنی اصلاح از رقیبان قدیمی گروه شیعه حوثی هاست. حوثی ها به خانه‌اش حمله کرد و همه اسناد سیاسی‌اش را با خود بردند. او به من نشان داد که از چه راهی آنها وارد منزلش شدند. او میگوید میداند چرا آنها به دنبالش آمدند. من در گروه سیاه شرکت داشتم و به بنبست رسیدیم. من با سیاستاش مخالفت کردم و اونها از این قضیه خوششون نیامد. در حالی که یمنی‌ها از آینده کشورش دارند، این مردان مسلح فعلا قدرت را در دست دارند. سلینا بیل، بی بی سی نیوز، صنعا.